سلام، عطیه نیکنفس هستم و شما همراه ما هستید در یکی دیگه از برنامه های هفتگی نهاد اکس مسلم اسکاندیناوی. من به همراه میلاد رسای منش همکارم. ما مثل همیشه اخبار مهم در حوزه خدا ناباوری و اکس مسلم رو پوچش میدیم و امروز هم اومدیم با دو تا خبر بسیار مهم. میلاد سلام، ممنون که با ما هستی. از خبر خودت شروع میکنیم. سلام میکنم عطیه عزیز و مخاطبین عزیز تلویزیون اکس مسلم و عزیزانی که از طریق تلویزیون کانال جدید برنامه رو خواهند دید، پادکست برنامه ها رو میشنوند و یا از کانال یوتیوب ما برنامه ها رو دنبال میکنن و یا کانال تلگرامی. امیدوار هستم همگی حالتون خوب باشه دوستان و روزگار خوبی رو هم سپری بکنید. ببینید، خبر من مرتبط هست به یه شکلی به همین بحث، به هر صورت جنگ بین اسرائیل، دولت اسرائیل و حماس، و خوب میدونیم که قربانی اصلی این در حقیقت درگیری مردم اسرائیل و مردم فلسطین هستند، مردمی که در غزه هستند. روزانه داره رو سرشون بم انداخته میشه، ارقام کشته شده ها 2600 2700 نزدیک به 3000 نفر کشته شدن که بسیار وحشتناکه، واقعا شرم بر بشر قرن 23 و بشر هزاره سوم و سال 2023 که یک همچین جنایتی همچنان بعد از جنگ جهانی اول و جنگ جهانی دوم جلوی چش ما میتونه اتفاق بیفته. و از اون طرف هم خانواده های زیادی در اسرائیل کشته شدن، بیش از 1000 اسرائیلی کشته شده، گروگان ها همچنان در بند هستن. ویدئویی رو میدیدم که کسانی که عزیزی رو در اسرائیلیایی که عزیزی رو در بند داشتن تظاهرات در حقیقت برگزار کرده بودن که به دولت بگن که حواسشون به این گروگان ها باشه، و واقعا وضعیت اسفناکی هست به لحاظ انسانی و هر دو طرف، یعنی مردم از هر دو طرف واقعا دارن هزینه های سنگینی میدن برای یک جنگ مذهبی بین دو قطب ارتجاعی. در حقیقت یه مشت از اون طرف خاخام های مولتی میلیونر و این طرف یه مشت آخوند مولتی میلیونر مردم رو به جون هم انداختن و چنین زندگی رو سیاه کردن برای هر دو طرف، واقعا جای تاسفه. اما نکته مهمش این بود که در این مدت، در این هفته گذشته از برنامه قبل تا الان، به این شکل ما دیدیم که تظاهرات زیادی در سطح دنیا در حقیقت برگزار شد برای برشت، حالا بعضا حمایت از دولت اسرائیل یا بعضا حمایت از حماس، که به ندرت شاید بشه گفتش که اون رگ و رنگ و بوی آزادی خواهی رو شما در درونش میدیدید. برشت هر دو طرف به یه شکلی داشتن قطبی از جنگ رو باد میزدن و من فکر میکنم هیچ کدوم از این افرادی که حالا تا الان منده اکثریتشون حداقل که در این تظاهرات ها در غرب، در اروپا و آمریکای شمالی و استرالیا شرکت کردن، در حقیقت کمکی بکنن به اینکه ما از این مسئله بریم بیرون. در کنار این ما دیدیم که مثلا در مراسمی که تظاهراتی که قرار بود مثلا از مردم فلسطین حمایت بشه، پرچم القاعده رفت بالا و پرچم جمهوری اسلامی رفت بالا و اعوان انصار حکومت اسلامی که به دلیل اعتراضات و انقلاب زن زندگی آزادی بساطشون برچیده شده بود در خارج از کشور، جرئت نمی‌کردن از همون سفارتخونه و مسجدشون بیاد بیرون. که تو خبر بعدی عطیه در رابطه با این موضوع هم صحبت خواهد کرد، یهو سر کله‌شون پیدا شد و شروع کردن شاخشونه کشیدن و پرچم جمهوری اسلامی رو بردن بالا و غیره. اجازه بدید یک ویدیو یک دقیقه‌ای تهیه کردیم، این ویدیو رو ببینیم، برمیگردیم من تحلیل خودم رو در این رابطه به شما عزیزان ارائه میدم. این جمهوری اسلامی نیست؟ چرا این جمهوری اسلامی که قاتل پریروز بلوچا رو کشت، همین پرچم نیست؟ من دعوایی ندارم ولی این جمهوری اسلامی قاتله نیست؟ نه نه آفرین، من راضی نیستم اون عکس. بله دوستان، اون تصویر آخری که دیدید پرچم القاعده بود و در لندن بود. تصاویر قبل ترش استکهلم بود، یک شنبه گذشته 22 اکتبر، این برنامه 23 ما ضبطش میشه، یعنی دیروز.
در حقیقت برگزار شده اون تظاهرات و خب تصاویری بوده که مخابره شده، دیدید که پرچم جمهوری اسلامی و عوان انصار جمهوری اسلامی هم حضور داشتن. حالا نکتهش سر اینه که من میخوام بهتون این رو نشون بدم، بارها ما در اکسمازلم تاکید کردیم که اسلام و جنبش اسلام سیاسی نه به اعتبار تفکر دلرباش که به اعتبار یک جنبش سیاسی مشخص که از المانهای مهم این جنبش سیاسی مشخص میلیتاریسم و جنگ را انداختن و تروریسم در دنیا هست که زنده است. اینجوری نیستش که مردم در خاورمیانه یا مثلا کسانی که منتسب میشن به پناهجویان مسلمان در غرب رفتن همه ادیان دنیا رو خوندن، مکاتب مختلف رو خوندن، در رابطه با مثلا تفکرات جدید آتئیستی هم تسلط کامل پیدا کردن و مثلا یه دختر 18 ساله تصمیم گرفت که در بین تمام این مکاتب همون دینی رو انتخاب بکنه که پدر مادرش داشتن و الان حجاب سر بکنه. نه، اسلام یک در حقیقت در بود مردمی یه نوع سنت و عادت ها هست و در بود اجتماعی و سیاسی در حقیقت یک پروژه مشخص هست که صاحب داره ادهی رو به منافع میرسونه و به اعتبار میلیتاریزم و آدم کشی و به هم ریختن دنیاست که زنده است. شما دقت بکنید گروه های تروریستی اسلامی از جمله جمهوری اسلامی که به اعتبار زن زندگی آزادی حاشیه‌ای شده بودن و در حقیقت بوی الرحمنشون بلند شده بود و هر آن همه منتظر بودن که مردم بریزن جمهوری اسلامی رو سرنگون بکنن، این جنگ چقدر به اینا کمک کرد و چقدر پرروشون کرد که الان با وقاحت میتونن دوباره پرچم جمهوری اسلامی بیارن بیرون و غیره. شما رسانه های جمهوری اسلامی رو که نگاه میکنه دائما داره از کشته شده ها و شهید ها و غیره صحبت میکنه و اصلا یعنی مائده آسمانی بود این جنگ، در یک کلام بخوام بهتون بگم، برای حماس و برای جمهوری اسلامی و برای تمام این جانوران اسلامی که حالا تصاویرشون رو شما به کم و بیش دیدید. به همین اعتبار من میخوام بهتون بگم تا زمانی که جنگ باشه و دنیا به هم ریخته باشه این جنبش اسلامی سیاسی هم زنده است و اینا برای اینکه حیات و در حقیقت بقای خودشون رو دوام و قوام ببخشن به جنگ و به هم ریختن جامعه و به پاره کردن پیوندهای عاطفی جامعه احتیاج دارن و این کارو ادامه خواهند داد. تروریسم و آدمکشی بخشی از در حقیقت جنبش اسلامی سیاسی و تفکر اسلامیه. نکته بعدم در حد یک دقیقه یا دو دقیقه اینم توضیح بدم چون اینم به نظر من مهمه. اون طرف قضیه یعنی در اسرائیل ما جریانات ارتدوکس رادیکال یهودی رو داریم که اونا هم قائل نیستن که باید دو کشور تشکیل بشه و اصلا کشور مستقل فلسطینی رو به رسمیت نمیشناسن. اونها هم در طول تاریخ وقتی شما نگاه میکنید از جریانات سکولار و میانه رو و در حقیقت جریاناتی که خواهان آزادی و رهایی مردم هر دو کشور بودن حمایت نکرده. یعنی در داخل خود اسرائیل یک کسی مثل اسحاق رابین ترور میشه یا موشه دایان که در حقیقت حرفش مورد قبول اون بخش رادیکال قرار نمیگیره، همین بخش رادیکال که امکانات و پول و ثروت و خیلی غیره هم داره از حماس و جمهوری اسلامی به درجات حمایت میکنن و از جنبش های سکولار در دل این کشورها حمایت نکردن در تمامی این سالها. ببینید دوستان ما در تک تک کشورهای خاورمیانه از افغانستان و عربستان سعودی و ایران و قطر و فلسطین و غیره جنبش اکس مازلم داریم، همینی که من الان عکس تیشرتشو پوشیدم، ما جنبش اکس مازلم در تمامی این کشورها داریم. از جنبش اکس مازلم اگر دفاع میشد، اگر بهشون پروموت میشد که حالا یک تغییر سیاستی تو این سالهای اخیر به اعتبار اتفاقا زن زندگی آزادی ما کم و بیش بارقه هاشو داریم در غرب میبینیم، به خودشون هم فهمیدن چه گافی دادن در همین سالا، اگر از جنبش اکس مازلم و سکولاریست ها و مردم انقلابی و آزادی خواه تک تک این کشورها که وجود دارن صدا نداشتن تیریبون نداشتن حمایت میشد، حماس پروبال نمی گرفت و این وضعیت به وجود نمی اومد. پس جنبندی بکنم، دو قطب ارتجاعی یهودیان ارتدوکس و اسلامیست های تروریست به جون هم افتادن و قربانی این در حقیقت جنگ مردم هر دو کشور هستن و راه برون رفت از این وضعیت تیریبون دادن، قدرت دادن و در حقیقت به رسمیت شناختن جنبش‌های سکولاریستی، آتئیستی، خردگرا و جنبش اکس مازلم در منطقه خاورمیانه است. ببینید که نهاد ما و این جنبش چقدر میتونه دنیا رو تغییر بده و خواستگاهش چه هست و چطور میتونه در حقیقت منشأ خیر و سعادت بشه در دل جنگی که چنین آدم‌ها رو به ورطه مرگ میکشه.
من زیاد صحبت کردم عتیجان. ممنون میلاد از خبری که داشتی و توضیحاتت. خب دقیقا جمهوری اسلامی هر وقت که تو مخمصه گیر میکنه و شرایط براش خیلی بد میشه و در تنگنا هستش، یک راه حلی برای خودش درست میکنه و به یک شرایطی رو به وجود میاره. و خب هر چقدر این تنگنا سخت‌تر باشه، این مخمصه ای که توش گیر کرده واقعا شرایط بدتری براش ایجاد بکنه، اون دستاویزی که درست میکنه، اون حرکتی که میزنه خب بزرگتر هست. الان انقلاب زن زندگی آزادی انقدر قدرت گرفت که تونست صدای خودش رو به همه جا برسونه. یعنی هیچ جای دنیا نبود در تمام این یک سال که شما سر بزنی و خبری بخونی و اصلا ندونن انقلاب زن زندگی آزادی چیه و چه اتفاقاتی در ایران افتاده و چقدر انسان کشته شدن. برای همین جمهوری اسلامی اومد یه همچین کاری کرد. یعنی واقعا الان همینطور که میبینی خودش هم رسما اعلام میکنه که ما کمک کردیم به حماس، باز همین کار رو میکنیم، مثل همون کمک هایی که به حزب الله کردیم. در تمام صحبتشون این هستش و اصلا انکارم نمیکنن. برای همین همیشه این کار رو کرده. ولی خب این همونطور که تو گفتی قطعا باید جلوی این جنگ ایستاد، چون دقیقا قربانیان این جنگ مردم عادی هستن، مردمی که حالا چه مردمی که در غزه هستن و چه مردمی که در اسرائیل هستن، اساسا این دولت‌های فاسد رو و این تفکرات ارتجایی رو نمیخوان و اصلا موافقش نیستن. ولی خب واقعا به معنایی به یه جورای گروگان این سیستم هستن. برای همین بسیار مهمه که ما این جنبش رو تقویت بکنیم و انقلاب زن زندگی آزادی در ایران رو. خب من به سرعت برم سر خبر خودم. میدونیم که سلمان رشدی برنده جایزه صلح ناشران و کتاب فروشان آلمان شد. خب دقیقا هم در روز تولدش این جایزه رو به سلمان رشدی دادن و تا اونجا که اطلاع نمیدونم دارید یا نه، ولی خب من میگم که این جایزه از طرف ناشران و کتاب فروشان آلمان همیشه در حاشیه، یعنی در اون زمانی که نمایشگاه کتاب فرانکفورت برگزار میشه به یک فردی اعطا میشه و خب تا حالا هم به اشخاص بسیار مهمی اعطا شده. خب سخنرانی خیلی بسیار مهمی هم، خیلی خوبی هم سلمان رشدی در وقتی که این جایزه رو گرفته داشته که فکر میکنم همه اون سخنرانی رو دیدن و مطالبش رو خوندن. حالا من تحلیل خودم رو میخوام در مورد این قضیه بگم. یعنی الان دقیقا وقتی، یعنی سالی سلمان رشدی میاد و یه همچین جایزه رو به سلمان رشدی میدن، جایزه بسیار با اهمیتی هم هست در دنیا، این جایزه صلح ناشران و کتاب فروشان آلمان، در حالی که جمهوری اسلامی برای دومین سال جرأت نمیکنه بیاد به نمایشگاه کتاب فرانکفورت. هر ساله برای اینکه حالا مخاطبینمون در جریان باشن، اونایی که نمیدونن، هر ساله اپوزیسیون و به طور مشخص تشکیلات خارج کشور حزب کمونیست کارگری ایران و خیلی دیگه از فعالین سیاسی که مخالف جمهوری اسلامی بودن و مخالف این ارتجاع و این اسلام سیاسی هستن، در جلوی نمایشگاه کتاب تجمع میکردن، تظاهرات برگزار میکردن و مخالف این بودن که چرا جمهوری اسلامی یک رژیم به این جنایتکاری، یک رژیمی که سالانه هزاران انسان رو میکشه و در واقع واقعا مردم ایران رو به گروگان گرفته، باید در یک همچین نمایشگاه بزرگی قرفه داشته باشه و بیاد اونجا و پروپاگاندا کنه و بیاد تبلیغ خودش رو بکنه و بیاد همون تفکرات فاسد و جنایتکارانش رو اونجا پرزنت بکنه، نیرو بگیره واسه خودش. برای چی باید همچین شرایطی رو داشته باشه و اصلا چرا دولت آلمان باید همچین اجازه ای رو بهش بده؟ که خب از پارسال دیگه جمهوری اسلامی جرئت نکرد بیاد. پارسالم وقتی که دید نمیتونه بیاد، برگشت گفتش که خب جای قرفه ما رو عوض کردی، ما نمیام. دقیقاً امسالم هم همین بهانه رو آورد و گفتش که چون پارسال جای قرفه ما رو عوض کردی، ما امسالم شرکت نمی‌کنیم. اما در واقع، یعنی دقیقاً خود مسئولین نمایشگاه هم همونطور که مینا حدی در برنامه‌ای که در اکس مسلم، برنامه قبلی ما در اکس مسلم اشاره کردن بهش، در واقع جمهوری اسلامی ترسید از اینکه بیاد اونجا درگیری بشه و شرایط خیلی بدی براش ایجاد بشه. و دقیقاً عامل اصلی که جمهوری اسلامی اینقدر وحشت زده و اینقدر تحت فشاره
انقلاب پرقدرت زن زندگی آزادی در ایرانه. یعنی این انقلابی که صدای خودش رو تونسته به همه جا برسونه، الان دیگه نمیتونه با یک همچین انقلاب جمهوری اسلامی بلند شه بیاد هنرنمایی بکنه و دوباره توی اروپا رژه بره، و با اینکه همچنان دول اروپایی همچنان مماشات میکنن با جمهوری اسلامی، اما خب جمهوری اسلامی هم خیلی به راحتی نمیتونه این کارا رو انجام بده. برای همین خیلی مهمه، یعنی میخوام بگم که چقدر مهمه که ما این انقلاب زن زندگی آزادی رو واقعا تقویت بکنیم، چقدر مهمه جنبش ضد مذهب و ضد خدا ناباوری رو تقویت بکنیم، و چقدر این جنبش قویه که جمهوری که الان دقیقاً با توجه به اینکه جمهوری اسلامی حالا دقیقاً نتونسته به این نمایشگاه بیاد، بعد میان جایزه صلح رو میدن به یک کسی مثل سلمان رشدی. سلمان رشدی که دقیقاً همین گروه های اسلامی، دقیقاً همین تروریست های اسلامی سلمان رشدی رو تا به حال مورد چندین بار به سلمان رشدی حمله کردن، و آخرین باری هم که سلمان رشدی حمله کردن دیدین که چطور یه همچین شرایطی رو بر سلمان رشدی به وجود آوردن و چشمش رو از دست داد، یک دستش دچار مشکل شد. برای همین میخوام بگم که با تمام این که شرایط در اروپا به طوریه که به ما اکس مسلم ها، به ما خدا ناباورها، اونطور که باید و شاید تریبون داده نمیشه، ما رو حمایت نمی کنن، ما رو در صدر اخبارشون قرار نمیدن، ما رو به رسانه هاشون دعوت نمی کنن، با تمام این شرایط چقدر این جنبش قویه که میتونه یک فردی مثل سلمان رشدی یک همچین جایزه مهمی رو بگیره، و قطعا بسیار مهمه در روند این که چقدر واقعا ما میتونیم این گفتمان رو قوی بکنیم که آزادی بیان در همه سطوح، آزادی بدون قید و شرط بیان در همه سطوح بسیار مهمه، در همه حالتهای اون، از آزادی بیان در مورد اینکه یک نفر با لباسش میخواد چطور آزادی بیان داشته باشه، یک نفر با گفتمانش و هر و با نوشتاری که داره. برای همین خیلی مسئله مهمی بود. من واقعا انقدر خوشحال شدم وقتی که این جایزه رو سلمان رشدی گرفت، و در حالی که جمهوری اسلامی جرئت نکرد به این نمایشگاه بیاد، که واقعا جا داره که به همتون شاد باش بگم که سلمان رشدی به عنوان یک کسی که همیشه از آزادی بدون قید و شرط بیان دفاع کرده، یک همچین جایزه مهمی رو دریافت کرده. میلاد اگر نکته‌ای داری در زمینه میشنویم از تو. حتما نتیه جان، قبل از اینکه صحبتم رو شروع بکنم میخوام یک عکس رو اینجا نمایش بدم که فکر میکنم بسیار مربوطه به این بحث. واقعا از اون تصاویری هستش که من فکر میکنم تا آخر عمرم هم نگاه کنم سیر نمیشم. تصویر خود تسعتیه در حاشیه سمینار کلن که آگوست سال پیش برگزار شد، که عکس سلمان رشدی رو بردی بالا و خیلی های دیگه اونجا حضور داشتن، همون اکس مسلم هایی که در تک تک کشورها من صحبت کردم در رابطهشون، در سمینار کلن بودن، از کشورهای مختلف اسلام زده، از پاکستان، عربستان، بنگلادش، اندونزی، انواع و اقسام کشور، پاکستان، کشورهای آفریقایی اونجا حضور داشتن و تک تک اون افراد عکس سلمان رشدی رو بردن بالا، و این یکی از بهترین شات ها بود. من نمیدونم اینو کی گرفت، واقعا عکسش الان یادم نیست، ولی واقعا یکی از بهترین شات هاست. و به طور واقع ما گفتمان سازی کردیم، ما مناسبات دنیا رو تغییر دادیم، ما باعث شدیم که سلمان رشدی که باید برای جونش میدوید در سال 1980 که اون فتوای قضایی خمینی صادر شد، امروز به یک قهرمان تبدیل شده، از جایزه پن گرفته تا جایزه هایی که در حقیقت در حاشیه برگزاری نمایشگاه کتاب بهش داده میشه. این در حقیقت اشتهایی هست که جهان برای شنیدن صدای زن زندگی آزادی، صدای سکولاریسم از منطقه خاورمیانه رو داره، و این قدرت ماست. آفرین به خودمون، چقدر خوبیم، چقدر خوب کار کردیم. و این به نظر من نه جایزه به سلمان رشدی صرفا نبود، به تک تک انسانایی بود که برای منطقه خاورمیانه آزادی، برابری، سکولاریسم میخوان. و به نظر من این یک تو دهنی هم به جمهوری کثیف اسلامی و تامیانش که زیادن در غرب متاسفانه، که فقط تا نوک دماغشون رو میبینن و اون معادلات و معاملات اقتصادی چنان کورشون میکنه که حاضرن تن به هر خفتی بدن، هر جنایتی، هر پلشتی. طرف به خودش میگه فمینیست، حجاب سر میکنه میره با دولت حسن روحانی عکس میگیره، بعد به خودش میگه سوسیال دموکرات فمینیست سوئدی. عکساشو ما دیدیم که چجوری رفتار کردن در تمام این سالا، هنوزم پاشنه بر همون
در حقیقت پاشنه میچرخه، یعنی در حقیقت هنوز هم همون مناسبات حاکمه، مون تا انقدر این فشار زیاد شده، انقدر کثیف جمهوری اسلامی، انقدر حماس و جنبش اسلامی سیاسی جنایت کرده و خون پاشیده، چه در اروپا، چه در آمریکای شمالی، چه در منطقه خاورمیانه، که الان همه دنیا گوشش تیز شده که ببینه ما چطور میتونیم سکولاریسم رو به قدرت برسونیم و چطور میتونیم سکولاریستایی که همیشه مورد کشت و کشتار بودن و مورد سانسور بودن و این دفعه صداشون رو بشنویم و بهشون تریبون بدیم. خبر بسیار خوبیه. به عقیده من همین که در سمینار کلم عطیه نیک نفس عکس سلمان رشدی رو برد بالا و امروز سلمان رشدی جایزه این جایزه رو در غیاب و اخراج جمهوری اسلامی بره، این به نظر من نشون دهنده در حقیقت اوج قدرت ماست و نشون میده ما چقدر در این مدت خوب کار کردیم و چقدر تونستیم گفتمان ها رو در دنیا تغییر بدیم. ممنون میلاد، مرسی که این عکس رو نشون داری. میلاد میدونی من واقعا پیرو صحبتهای تو باید اینو بگم، در واقع درست اشاره کردی، این جایزه فقط به سلمان رشدی نبود، در سمینار کل واقعا باید تقدیر فراوان کرد از مریم نمازی که یک همچین سمیناری رو برگزار کرد. دقیقا آدم نمیتونست چطور این رو بیان بکنه، شاید کلمات واقعا قادر نباشن. از تمام دنیا، تمام اکتیویست های اکس مسلمی که بسیار تلاش کردن، جونشون رو کف دستشون گذاشتن، سالها تهدید شدن، سالها زحمت کشیدن و فعالیت کردن، در این سمینار حضور داشتن و یک افرادی مثلا ریچارد داوکینز، یک همچین فیلسوف بزرگی، یک آدم بسیار واقعا ارزشمندی مثل مینا احدی، یک افراد اینچنی مثل دقیقا اون طرفتر اون عکس جنی وایساده بود، یکی از اعضای گروه فمن که تا به حال چقدر مورد تهدید قرار گرفته و همچنان داره مبارزه میکنه. زنها و مردای بسیار زیادی در این سمینار بودن و همگی با هم یک راهپیمایی خیلی باشکوه توی شهر کل برگزار کردن و عکس سلمان رشدی رو همگی با هم بالا بردن و واقعا اعتراض کردن به اینکه یک فردی فقط به خاطر اینکه کتاب داره می‌نویسه شما بهش حمله می‌کنید اینجور وحشیانه و چشمش رو ازش می‌گیرید. و واقعا اون راهپیمایی خیلی ارزنده بود که مینا احدی، مریم نمازی در کنار جنی، در کنار خیلی از آدمای بزرگی که برای نهاد اکس مسلم در کل دنیا این انقدر تلاش کردن، با همدیگه یک صدا عکس سلمان رشدی رو بالا بردن و معترض شدن واقعا به این تبحش اسلامی، به این سبعیتی که باعث میشه چنین انسانها رو در معرض خطر قرار بده و جون اونها رو در خطر قرار بده. و کم نیستن افرادی که فقط به خاطر اینکه مثل اون معلم فرانسوی که فقط با یک کاریکاتور محمد چطور جونش رو از دست داد، همین چند روز پیش هم که سال روز مرگش بود. برای همین بسیار مهمه که ما هرچه بیشتر این جنبش رو تقویت بکنیم، هرچه بیشتر تلاش بکنیم در این زمینه و بدونیم که با این که ما جنگ بسیار نابرابری داریم با اسلام سیاسی و سر بزرگ این اسلام سیاسی که جمهوری اسلامی هستش، اما بسیار قدرتمندیم که میتونیم با تمام این تهدیدها، با تمام این واقعا کمبودها، با تمام این تریبون ندادنها و حمایت نشدنها، یک همچین دستاوردهای بزرگی داشته باشیم که یک همچین افرادی میان و از آزادی بیان دفاع میکنن و یک کسی فیلسوفی مثل ریچارد داوکینز میاد در مورد ایران صحبت میکنه و شگفت زده است از این انقلاب زن زندگی آزادی و پرقدرتی که در ایران آغاز شده و داره همینطور با قدرت پیش میره. خب میلاد، اگر برای پایان برنامه نکته ای نداری که در پایان دوستان یک میان برنامه شما میبینی، یک تیکه از برنامه ما رو میبینی و راه های ارتباطی ما رو در اونجا میتونین داشته باشی و با ما از این طریق در ارتباط باشین، من همینجا بابت اینکه همراه ما بودین تشکر میکنم و تا برنامه دیگه روزگار خوش رو براتون آرزو میکنم.